امروز فرصتی با توجه به وقت کمی که هست من بیشتر تلاش میکنم قدردانی بکنم از یادمان همه اون جان باختگانی که طی چندین ماه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو در سراسر ایران پرتپش نگه داشتن، جنبشی که آوازه اون نه فقط در سراسر ایران در جهان تپید و جهان را به تحسین از زنان دلاور ایران و جنبش انقلابی ایران وادار. در دومین سال روز این جنبش بزرگ همکنون در کردستان دلاور ما عمده شهرها به اعتصاب پرداختند. رژیم جمهوری اسلامی را که مستعصل از بحرانهای عمیقی که سراپایش را فرا گرفته در روزها و هفته های جلوتر از سال روز این جنبش انقلابی فشارها بر دانشجویان، فشارها بر زنان، فشارها بر بخش‌های مختلف اجتماعی را زیاد کرد تا به زعم خود بتونه سکوت گورستانی را در سراسر ایران فراهم بکنه. گورستان صدقز آیکی را محاصره کرد تا مردم را از حضور در دومین سالگرد ژینا امینی باز بداره، اما دیدیم که موفق نشد. گزارش ها نه فقط در کردستان، در زندان های ایران به ویژه در زندان اوین شاهد بودیم که چگونه زنان مقاوم زندانی سیاسی در اوین شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند و روسری های خود را در حیات زندان به آتش کشیدند. در همین شرایط که به بزرگ داشته این جنبش انقلابی بزرگ رسیده ایم و داریم پاس می داریم، جا داره از ضعف ها و نقصانی را که این جنبش در اون ماه های اوج خودش دچار شد یادآور باشیم تا همانند چراغی روشنگر مبارزات بعدی ما باشه. خب در جنبش دو سال پیش زنان نقش بسیار فعالی داشتند، نقشی که شایسته احترام از تمام دلاوری هایشون بود. جنبش دانشجویی در قد و قواره بسیار بالا ظاهر شد، با اعتصابات سراسری خودش همواره در اون چند ماه اوج جنبش خون تازه ای را بر تداوم جنبش بخشید. سهمه به سزایی تاوان داد و سرکوب هایی را که همراه زنان، جوانان و دیگر جنبش هایی که متعمل شدند، جنبش دانشجویی نیز متعمل شد. متاسفانه جنبش کارگری ما که باید سرآمد همه این جنبش ها می شد، به عنوان یک طبقه، تأکید دارم، به عنوان یک طبقه متشکل نتونست اون رسالت تاریخی و اون حضور پررنگ خودشو در این جنبش بزرگ نشان بده و تثبیت برسونه. و به همین دلیل عدم حضور طبقاتی جنبش کارگری ما سبب شد تا شعارهای اون جنبش که عمدتاً حول شعار زن زندگی آزادی توانسته بود تمامی توده های مردم خود ایران را حول خودش جمع بکنه، نتونست به اشکال دیگری از مبارزه ارتقا پیدا بکنه. عدم حضور طبقه کارگر به شکل طبقاتی، به شکل متشکل و سراسری عملا جنبش را از ارتقا باز داشت و سرکوب های مداوم جمهوری اسلامی که با بیش از 500 کشته که مخصوصا دانش آموزان را کشتار کرد عملا از حرکت باز ایستاد و جمهوری اسلامی یک بار دیگر جنبش عظیمی را که تا مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفته بود از حرکت باز داشت. طبیعتاً این درس بزرگی را که باید بگیریم از جنبش ژنژیان آزادی، اگر چندین بار دیگه همانند 96، همانند 98، همانند جنبش بزرگ 1401 ما جنبش های اجتماعی به کف خیابان بیان، اما طبقه کارگر ایران به صورت یک طبقه نتونه این جنبش ها را حمایت بکنه، نتونه در اعتصابات سراسری دامن بزنه، یقینا مجدداً این جنبش ها سرکوب خواهند شد. یگان وسیله‌ای که میتونه تداوم جنبش را تا مرحله سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تداوم ببخشه، حضور طبقاتی طبقه کارگر هست که با این امید که تمامی سازمان‌های سیاسی چپ و کمونیست، تمامی نیروهای مترقی در
سازمان یابی و تشکل یابی طبقه کارگر اقدام کنند، تمام نیرو و انرژی خودشون رو در این مسیر بگذارند تا در جنبش بعدی که همانند طوفانی بر سپهر سیاسی آسمان ایران میتونه در آینده بدرخشه، ما این نقیصه ها رو نداشته باشیم. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم، کار، نان، آزادی، حکومت شورایی. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. Protest against serial executions in Iran. 2 years have passed since the glorious appeal of Iran's oppressed people began. 2 years full of cries for freedom and justice. The cry, women, life, freedom, came from women and men who wanted justice and equality in society. Iran. The Islamic government of Iran is ruthlessly executing women and young people who have courageously fought for freedom, equality and justice. These brave individuals have participated in protests or dared to openly voice their criticisms against the regime's oppression. شعارهای انقلابی زیادی که مطرح شد متاسفانه ناتمام موندن، از جمله شعار مرد بر دیکتاتور، مرد بر خامنه ای، نه روسری نه توسری، لغو حجاب اجباری، بعد اعتصابات خیابانی به عقب رانده شدن. این هم یکی از چیزایی بود که ما به نتیجه نهاییش نرسوندیم، اما دلایل خودشو داره. این یعنی اینجوری نبوده که از هیچ کجا همچو چیزی اتفاق افتاده باشه. همینطور که همه تون میدونین، خفقان، کشت و کشتار، تهدید و منافع سپاه پاسداران که در واقع الان در ایران قدرت اصلی رو داره، منافع اقتصادی که سپاه پاسداران الان داره، کار ساده ای نیست از پادرآوردنش. بعد طبقه کارگر به مثابه یک طبقه متاسفانه وارد این دور مبارزات نشده، به مثابه یک طبقه اجتماعی میده و اینم دلایل خودشو داره. خب معلومه یه سری آگاهی ناکافی، بعد اینکه طبقه کارگر یه آلترناتیو اثباتی برای اینکه اعلام بکنه بعد از رسیدن به حکومت چی بتونه باشه نداشته، و بعدش هم عدم سازماندهی سراسری و رهبری یک دست و سراسری یکی از نقطه ضعف‌های این جنبش بوده. اما چی باید کرد؟ ما راه مبارزه طولانی دیگری بر سر راهمون داریم، اینجوری نیست که تموم شده باشه. اینکه طبقه کارگر، یکی از مهمترین فاکتورها اینه که طبقه کارگر به مثابه یک طبقه وارد میدان مبارزه بشه و تشکل‌های ویژه خودش رو بزنه، تشکل‌هایی که با مکانیزم سازماندهی اعتراضات و اعتصابات و رهبری اینو در دست داشته باشه. احتیاج به تشکل‌های سراسری، احتیاج به یه رهبری سراسری در سطح جامعه وارد عمل بشه. اعتراضات باید بیشتر ویژه‌ای‌تر بشه برای اینکه نتیجه مطلوبی که اومد به نظر این جنبش به دست بیاد. ارائه آلترناتیو اثباتی که همینجور که بهش اشاره کردم، یکی از مهمترین فاکتورهاییه که به هر حال طبقه کارگر باید اینو داشته باشه که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی آلترناتیو اثباتی برای حکومتش داشته باشه. و یه مسئله مهم دیگه هم اینه که چپ متحزب باید بتونه یه رابطه تنگاتنگی با چپ اجتماعی توی جامعه داشته باشه که اینا با هم چفت بخورن. به هر حال با وجود همه دستاوردهای زیادی که به دست آوردیم، راه طولانی دیگری در دست داریم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. فریدا پلیتیسکا فون گاردن ایران. فریدا پلیتیسکا فون گاردن ایران. بانه، دیوان دره، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، بوکان،
تمام به وفور، یعنی به مقدار زیاد مغازه ها بسته شده و اعتصاب جواب مثبت گرفته. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، از این جنبه این مهمه به دلیل اینکه مشت محکمیه به دهن جمهوری اسلامی که اپوزیسیون مسلح جمهوری اسلامی رو تو شهرهای کردستان عراق نقل مکان کردن، اینا رو خلق اصلاحشون کردن. این اعتصاب نشون داد که مبارزه مردم کردستان فقط در اردوگاه نیست، یعنی تو اردوگاه نیست، تو دل جامعه است. اونجا جواب گرفت، یعنی اون چیزی که باید در جامعه اتفاق بیفته، مردمی که باید در سطح واقعی زندگی جواب بدن، جواب مثبت به این فراخوان دادن و این دستاورد بسیار بزرگیه. و از اینجا ما دست مریضات میگیم به همه کسانی که امروز تو شهرهای کردستان جواب مثبت به این اعتصاب دادن و برگ تازه ای از تاریخ درخشان مبارزات رو آفریدن. خیلی ممنون. زندانیان سیاسی که دیشب روسری این نشان نکبت اسلامی بر سر زن رو آتیش زدن در حیات زندان و یادآوری کردن به اصلاح طلبای فرصت طلبی که دوباره به حکومت خزیدن، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در درون زندان اوین. به نظر من شاخص این که به اصطلاح الان زمزمه هایی هست در تحلیل ها در رسانه ها که گویا مردم شکست خوردن، یک نوع شکست طلبی داره باب میشه که توی ادبیات چپ هم داره خزنده میاد و این دیدگاهی که فکر میکنه اگه در خیابون اعتراض خیابانی نباشه دیگه هیچی نیست، این دیدگاهی که باور نداره مبارزه کارگری، این دیدگاهی که باور نداره به اعتراض روزمره زنان، این دیدگاهی که باور نداره به نارضایتی مردمی که میگن اسلام نمیخوام، زن ستیزی نمیخوام، آپارتاید نمیخوام، حکومت اسلامی نمیخوام. اگر در خیابان مردم نگن مرگ بر خامنه ای، گویا شکست خوردیم و گویا بقیه مقصرن. اینطور نیست، اینطور نیست. تمام اون فاکتورهایی که به 96 منجر شد، به آبان 98 منجر شد، به خیزش انقلابی 1401 منجر شد، سر جاش باقیه، قوی‌تر شده، تشدید شده و آنچه که در چشم اندازه اعلام می‌کنیم، آنچه که در چشم اندازه برآمدهای وسیع کارگری و توده‌ای بسیار بسیار شدیدتر با ترکیب طبقاتی تندتر و کارگری‌تر. دلیل بسیار روشنه، مردم اگه بخوان نمیتونن جمهوری اسلامی رو قبول کنن، زنان نکبت اسلام رو قبول نمی‌کنن، زنان تو اون جامعه اگه دارشون بزنن توی خیابون، اگه 500 تا دیگه بغی براشون صادر کنن، این جامعه اون زنان این حکومت رو نمیپذیرن. اینو باید تو کله پوک هر کسی فرو کرد. مردم به اصلاح طلب به حکومت اسلامی رضایت نمیدن. این پزشکیان و فرصت طلبان اصلاح طلب حکومتی فائزه رفسنجانی که از زندان داره نامه میده و تمام روزنامه ها جمله قوه قضاییه رو چشمشون میزنن که علی چپ حرف بزنن، علی زندانیان و مخالف جمهوری اسلامی حرف بزنن، اینا فیلشون یاد هندوستان کرده. یه بار دیگه اومدن جمع شدن میخوان بگن ترمز و میله رو به عقب برگردونیم. ما که نمیتونیم جمهوری اسلامی رو شکست بدیم، بریم اصلاحات دوباره، بریم یه دوره دیگه جمهوری اسلامی کور خوندیم. اون دوره تموم شده، آنچه که در پیش روی ایران فقط با انقلاب عوض میشه. ایران هیچ راهی به جز انقلاب نداره و در قرن 21 هم انقلاب کارگریه. هر انقلابی دیگه ازش ارتجاع در میاد، هر انقلاب دیگه در جوامعی مثل ایران در کشورهای تحت سلطه یه ارتجاع محض ازش در میاد، مگه اینکه کارگر سوسیالیسم کمونیسم در دستش باشه. اگه نباشه خروجیش ارتجاعه. میکننش انقلاب مخملی برامون، میکنن کودتا، میکنن رژیم چنج، میکنن دولت انتقالی، آقای پهلوی و سپاه پاسداران و بقیه بیان یواشکی یه دولت انتقالی تشکیل بدن، برن کارگران برن خونه بشینن، زنان برن زیاد حرف نزنن، جوانان منتظر باشن انشاءالله براشون گشای سیاسی فرنگی و غیره ایجاد میشه. ما داریم بهتون میگیم جامعه ایران سر جاش وایساده، طبقه کارگر سر جاش وایساده، موتور محرکه تمام این اعتراضات کارگران هستن. همین اعتراض پرستاران مهمترین اعتصاب کارگری تاریخ 100 سال ایرانه. اگه کارگران نبودن 96 نبود، اگر کارگران نبودن 98 نبود، و اگر کارگران و زنان نبودن 1401 نبود.
و همین دو عرصه اصلی که دو عرصه واقعی و عمده مبارزه طبقاتی در ایرانه، یعنی نفی آپارتاید و زن ستیزی و به گور سپردن اسلام در ایران به اضافه مقابله با فقر و فلاکت که بانیش سرمایه داریه، این دو تاست که محور تغییر رو در ایران سامان میده، به چیزی میرسه و جمهوری اسلامی از سر جاش برمیداره. جواب شکست طلبان رو باید داد. مبارزه انقلابی و دوره انقلابی فقط شامل اعتراض خیابانی نمیشه، بالا میره پایین میاد، شکست داریم، پیروزی داریم، عقب نشینی داریم، پیشروی داریم. الان دوره‌ایه که ظاهرا ما عقب نشینی کردیم، ضربه خوردیم، رژیم اومده جلو، ولی رژیم یک اپسیلون نتونسته جلو بره، یک اپسیلون نتونسته جامعه رو قانع بکنه. بنابراین مبارزه ادامه داره. چشمانداز مبارزه توده کارگری در راه شکست طلبی حرب پوچیه. زنده باد انقلاب سوسیالیستی، زنده باد انقلاب کارگری. گام اول باید جمهوری اسلامی با تمام جوارحش، با قوانینش، با اسلامش، با تمام نهادهایی که حفاظتش میکنه سرنگون بشه. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر!